اکثرشون نیمه کاره کار میکنن، یا اگر شغلی هم دارن نیمه نیمه است، ولی از نظر سیاسی با نظام هستن. این در مورد کشور ما هم در ایران صدق میکنه. یه بخشی از مردم در زندان توهمات زندانی شدن، چون در خارج از این زندان اون آلترنتیو درست حسابی، آلترنتیو مناسب وجود نداره، در فقدان یک چپ متحد یا یک نیروهای دموکراتیک متحد، اینا اومدن خودشون به زندانهای بنیادگرایی های انواع اقسام تباری و زبانی و اتنیکی و مذهبی و دینی انداختن. این وظیفه نیروهای دموکراتیک، بله، نیروهای مترکیه که بیان اینها رو از این زندان ها نجات بدن. ولی چجوری میتونن اینها رو از زندان نجات بدن وقتی خودشون که در خارج از زندان هستن در پراکندگی بسیار بسیار مهمی به سر میبرن و فاقد اون اتحادی هستن که اون اتحاد میتونه خیلی از این 99% یا واقعا 99% به 99% یا متعلق هستند از نظر معیشتی و اقتصادی، ولی از نظر سیاسی نیستند. این از ما میطلبه. ما چالشگران ضد نظام که هر کجا هستیم، هم در سطح ملی و کشوری و هم در سطح بین‌المللی و جهانی، به این مسئله توجه کنیم. در فقدان ما، در نبود ما، این نیروها در زندان‌های اون توهمات دست هستند، و اگر هم در خارج از اون زندان‌ها هستند، هنوز در کنار نیروهای راست ارتجایی، نیروهایی که به اصطلاح طرفدار صاحبان اصلی سلطه و سرمایه ثروت و جاپارس بنام البته چپم به مفهوم وسیعش، یعنی تمام نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و عدالت خواه. بله، وقتی که من میگم که به اصطلاح تمامی، به نظر من هر جور شما اسمشونو بذارید، این نیروهایی که مثلا در مورد کشور خودمون ایران، نیروهایی که طرفدار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هستن، اینها دیگه نباید به صورت پراکنده به عمر خودشون ادامه بدن. باید قدم بگذارن جلو، جسارت نشون بدن که در بالقوه در ایشون وجود داره. تمام این رو در تاریخ 100 ساله معاصر ایران هم چندین بار این جسارت رو نشون دادن. باید بیان این دفعه هم نشون بدن و متحد بشن، چون بدون اتحاد اینها اون توده ها در زندان ها میمونن، زندان های توهمات خانوادگی من اسمش رو گذاشتم. بله. و یه عده هم که اصلا در زندان های توهمات نیستن، ولی هنوز با نیروهای راست نظام هستن. علتش اینی که ما چالشگران ضد نظام، چه در سطح ملی کشوری خودمون مثل ایران و چه در سطح بین‌المللی و جهانی، هنوز متحد نشدیم و هنوز هم فکر میکنم که خیلی از ماها تصور نمیکنیم که این دفعه ما نمیتونیم به تنهایی کار بکنیم. در گذشته خیلی امکان داشت که مثلا سپاه کمونیست در یک کشوری انقلاب بکنن، یا نیروهای ملیگرا در یک کشوری یک دولت ملی سر کار بیارن، ولی امروز اون شرایط به طور کلی از بین رفته. ما به تنهایی نمیتونیم، باید اتحادمون رو اتخاذ بکنیم، باید بیاییم وحدت بکنیم روی اون شعای اصلی که مردم ایران 100 سال براش مبارزه کرده، حداقل 100 سال. من منظورم از انقلاب مشروطه تا کنونه، ولی بعضی از مورخین مثل فریدون آدمیت خود احمد کسروی اینا میگن مثلا این جریان از
جنبش تنباکو 15-16 سال قبل از انقلاب مشروطیت در ایران شروع شده. بله. خب در کشورهای مختلف جهان هم همینجوریه، مردم برای استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردن. بله. و امروز هم همون شرایطه. در نتیجه فرمول شکلگیری این اتحاد وجود داره. این جسارت میخواد که مردم، این نیروها بیان و قبول بکنن که امروز شما نمیتونید در مقابل تهاجمات نیروهای خارجی مثل آمریکا بایستید مگر اینکه متحد باشید، ولی اتحاد بر اساس یک چارچوب، در داخل یک چارچوب. اون چارچوب و مردم ایران در عمل، در تجربه چندین بار نشان دادن. بله. استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. جناب پارسا بناب، این همبستگی، این اتحاد چرا به وجود نیامده به نظر شما؟ من فکر میکنم که خب یک علتهای تاریخی و اینا داشته که در گذشته اتفاق افتاده. مثلا سرکوب یکیش بوده. برای اینکه وقتی که در ایران نزدیک به 60 سال قبل کودتا شد، کودتای 28 مرداد، بعد از کودتای 28 مرداد تمام نیروهای طرفدار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی برای 25 سال سرکوب شدن. حتی اونهایی که به هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نمیخواستن دست به اسلحه ببرن، همیشه مسالمت آمیز مبارزه میکردن، اونها رو نابود کردن، هم در مصر، هم در ایران، هم در ترکیه، هم در اندونزی. ما تنها نبودیم، تمام اینها رو سرکوب کردن. در نتیجه در این کشورها اون چیزی که توانست رشد بکنه هیچ یک از این گروه های طرفدار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی نبود، ولی گروه هایی بودن مثل خود مصر، اخوان المسلمین، در ایران هم فدایان اسلام که امروز خب طرفدارانشون قدرت همه چیزو در ایران در دستشون داره. درسته؟ خیلی علل مختلف داره، ولی من معتقدم که در سال 2012 ما چقدر باید عزاداری بکنیم که سرکوب شدیم. ما که هستیم دیگه، حالا حتی خارج از مرزهای ایران هم هستیم. بله. در داخل ایران هم هستیم. ما باید خب اون عزاداری رو، آره سرکوب شد، من اونو قبول میکنم، سرکوب شدیم، ما باید اون رو بذاریم کنار و بیاییم اتحادمون رو اتخاذ بکنیم. البته از این مسائل هم هست که یه عده فقط میشینند تو خونه هاشون، حاضر نیستن قدم بذارم بیام بیرون با اونهایی که هم مرامن، هم مسلکن، خودشون هم میدونن، شروع بکنم به مذاکره، به گفتگو، دیالوگ برقرار بکنن و گفتگو بکنن و این اتحاد رو ببین. در انقلاب مشروطیت ما دیدیم سوسیال دموکرات های ایران، اجتماعی نامیون، چقدر اومدن با هم وحدت کردن. چرا؟ برای استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی به پا خواسته بودن. نه با انگلستان بودن اون زمان در ایران که یک نیروی امپریالیستی بانفوزی بوده، نه با تزارها رفتن، با هیچ کدومشون نرفتن، روی خط استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی رفتن چلو. و کسروی هم اونجا بود دیگه، خودش در تمام جریانات بوده، نوشته دیگه در تاریخ 18 ساله آذربایجان. بعدن هم که جنبش ملی شدن سنت نفت، بالاخره ما دیدیم در اون 12 سال به تدریج این جریان تکامل پیدا کرد و در قیام 30 تیر به اوج خودش رسید. اتحاد بود دیگه، مردم اتحاد کردن. و اون وقت رهبران و اکثر سازمان ها هم
روی خط اتحاد بودن. امروز دیگه وقتش رسیده که ما از جریاناتی که سال 2011 اتفاق افتاده از سراسر جهان برای ما موهبت بوده. البته این موهبت از کجا میاد؟ برای اینکه مردم به پا خواستن. چرا مردم به پا خواستن؟ به خاطر اینکه نظام جهانی خودش در بحران فرو رفته ولی میخواد از این بحران بیاد بیرون با استثمار شدیدتر و بیشتر مردم جهان. خب مردم اون وقت به پا خواستن. قبلا اینجوری نبود. قبلا فقط مردم مثلا علیه جنگ برمیخواستن. یک جنبش ضد جنگ در آمریکا بوده به اسم جنبش ضد جنگ ویتنام که خیلی خیلی تاریخ ساز بوده، مهم بوده، ولی اونها برای صلح و آزادی اینا به پا خواستن. ولی امروز مردم جهان به پا خواستن برای خواسته های معیشتی خودشون. این تکاملی بسیار بسیار بزرگیه که چالشگران ضد نظام، یعنی منظورم از چالشگران ضد نظام در ارتباط با ایران، اون چالشگرانی هستن که جمهوری اسلامی رو، حاکمیت جمهوری اسلامی رو به درستی به حق زیر سوال قرار میدن و به هیچ وجه هم حاضر نیستن که سرنگونی این رژیم از سوی اونهایی به جلو برده باشه که طرفداران رژیم چینج هستن، تغییر رژیم. بله. یعنی آمریکا و انگلستان و کشورهای ناتو. ما میخواییم که این رژیم رو عوض بکنیم، ولی ما به هیچ وقت نمیخواییم که از سوی آمریکا و کشورهای ناتو این فریمورک بسیار، این چارچوب بسیار بسیار خوبیه برای تمام چالشگران ضد نظام که روی خط استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی میرن جلو. بله. جا پارسا بنام، غیر از معیشتی، یعنی این معیشتی رو در آزادی خواهی و در آزادی هم میبینن، یعنی جنبش ها میبینیم حالت اون اصلیش، اون چهره، اون هویت اصلیش میبینیم که به دنبال آزادی است، به دنبال آزادی خواهی و استقلال است. کاملا من با شما موافقم، ولی امروز اگر شما نگاه کنید آزادی بدون استقلال امکان نداره. دقیقا. درسته؟ یعنی شما یک کشوری رو نشون نمیدی که اونجا آزادی باشه استقلال نباشه. دقیقا. امکان نداره. بله. ببینید امروز لیبی رو اینا رفتن گرفتن. درسته؟ بله. اونایی هم که میخواستن قذافی رو سرنگون بکنن، اونا آزادی میخواستن دیگه. بله. حالا ببینیم که در لیبی این آزادی چی شد بدتر از زمان قذافی شد. دقیقاً. لیبی عملا حالا بعضی مفسرین میگن که امیدواریم فقط به سه کشور تقسیم بشه. بله. یه دم میگن بابا اون گذشت دیگه، این هر هفت تا کشور خواهد شد. بعضی هم مطرح میکنن که آمریکا در لیبی موفق نشد، الان میبینید که اوضاع چجوریست و به چگونه است. این اصلا یک، باز هم یه تحلیل بسیار اشتباهیه، برای اینکه آمریکا همین اینجوری لیبی رو میخواد. آمریکا لیبیه یه لیبیه یک پارچه که به سمت دموکراسی بره، یا نمیخواد که یک بلبشوت، میخواد که این تو این بلبشوت توی این اوضاع خراب ازش بهره ببره. معنابش دست این باشه که هست، همونطور عراق، همونطور افغانستان، همه جا. بله دیگه، شما میبینید مثلا اوضاع مالی عملا کشور به دو بخش، فعلا به دو بخش تقسیم. بله بله. یکی از عواقب پیامدهای اوضاع لیبیه دیگه. بله. اینا در داخل لیبی بودن که وارد مالی شدن، فرار کردن از لیبی و داخل مالی شدن و با دولت مرکزی در تضاد افتادن و امروز کشور زیبای مالی که قدیمی ترین، باستانی ترین شهر جهان تیمباکتو در اونجا قرار گرفته، امروز شما میبینید که دارن کتابخانه های قدیمی تیمباکتو رو که ابن خلدون ها و ابن بطوده ها ساخته بودن تاراج میکنن. بله. دقیقاً. حالا تاراج موزه های بغداد 9 سال قبل،
حالا تاراج تیمبوکتو، قدیمی ترین شهر جهان که در اونجا دانشگاه رو که به وجود آوردن، امروز خود به اصلا مفسرین آموزش پرورش در آمریکا خودشون اقرار میکنن که این برنامه های دانشگاهی که ما در دانشگاه ها رواج میدیم در آمریکا و در اروپا، که مثلا شما این کورس رو اول برمیدارید بعدا کورس دیگه برمیدارید، اینا به اصطلاح کوریکولومه، این از تیمباکتو اومده. بله. اونجا ابن خلدون معتقد بود که انسان زمانی میتونه یه ملتی رو، یک مردمی رو بشناسه که جغرافیای اون کشور رو بشناسه. بله